من کار رقص رو برای این کردم که دوست داشتم در وهله اول این کار رو بکنم، مثل یه آدمی که تو زندگیش هدف داشته، یعنی همینطوری یه کاری چون پیش اومد نکرده، این کار رو با تمام مشکلاتش انجام داد، با تمام پیامدهاش و با هدف کار کرده. این مهمترین چیزه. و یعنی واقعا من وقتی از ایران میومدم بیرون دقیق اینو میدونستم که من میخوام بیام بیرون برای اینکه این رقصا رو یه جوری نگه داریم به بچه های ایرونی یاد بدیم و اونو دنبال کردم. احساس غمی که از اینی که به هر حال یه تبعیدی داره، از اینی که به هر حال در جایگاه خودش نیست، داره کاری که میکنه، به خصوص کاری که من میکنم رقصای محلی ایران به هر حال هستش، انگار از ریشش جداست دیگه. ولی از طرفی خیلی خوشحالم برای اینکه فکر میکنم میگم اومدن از ایران بیرون اصلا دید منو به کل قضیه رقص عوض کرد. من 20 سال کانادا هم و مونترال تنها جاییه که من وقتی که اومدم مثلا خیلی جاهاش مثلا میرم برای اولین بار یهو یاد ایران میفتم. همیشه فکر میکردیم خیلی زود برمیگردیم، چون شرایطی هم که بود تو ایران و مسائل حکومت و اینا، یعنی اینو نشون نمیداد که اینا بتونن این همه سال بمونن. الان دیگه من خیلی فکر نمیکنم که برگردم، یعنی قبول کردم شاید به عمر من نباشه. این چیزی که من یه روزی آرزو داشتم، انقدر من این داستانا رو برای این دخترها گفتم، حتی این دختر کانادایی ها میگن یه روزی همه با هم میریم میدون آزادی رقصیم. رقص ایرانی خود وجودش سیاسیه، وقتی که یه کاری ممنوعه و تو انجامش میدی. خانمی خوب میرقصه، حالا تصمیم میگیره میخواد بره ایران، دیگه نمیاد کلاس. یا ببین، یعنی در واقع کارشکنیه تو کار دیگه. یا مثلا این رقص رو میاد، اون رقص چون موضوعش مثلا اینجوریه فکر میکنه که نمیشه بیاد دیگه. یعنی ما از این مسائل هم داریم دیگه. خیلی موارد ما تو همون جب اینجا هم داریم، تو اون جب زندگی میکنیم. این انتخاب خود آدم هاست، ولی خب خیلی ها اینجوری هم دیگه. محافظه کار هم و میترسن. ما باید اینو بشکنیم این فضا رو. آرزو میده که یکی از بزرگتریناش اینه که تا من زنده هم بتونیم بریم اونجا، نوروز اونجوری که دوست داریم تشکیم.
مونتریال 3 سال عکاسی خوندم، بعدش ادامه دادم دیجیتال ایمیجینگ انسان و نمایشگاه هایم چه انفرادی چه با یک گروه خانم بود کار میکردیم. اکثر موضوعی که کار کردیم به خصوص با اون گروه همیشه مسئله زنان بوده و بود کار کردم که بعداً تمام این توانایی ها که ادیت موسیقی و عکاسی اینا همه در خدمت همون کار رقص در اومد. از اول میدونستم که دوست دارم برقصم و میدونستم که یعنی واقعاً به عنوان اینکه کارم باشه بهش فکر میکرم. از همون بچگی یعنی حتی همون رقاصرم که میدیدم بگم چه خوبه، چقدر این خوشبخته، مثلا منم بزرگ بشم همین کار میکنم، یعنی اینجوری فکر میکرم. کلاس هایی میرفتم، تازه خیلی جدید بود تو ایران، اکثر اینا ارامنه بودن، آسوری بودن، کلاس میذاشتن. از کلاس نهم در واقع پدر بزرگ من خودش اسم منو رفته بود نوشته بود برای هنرستان رقصای، یعنی توی روزنامه دیده بود یه آگهی که هنرستان رقصای ملی و محلی ایران مثلا هنرجو میپذیرد. از اونجا رفتن به این هنرستان سرنوشت من عوض کرد. در واقع اون مدرسه سازمان فولکلور رقصنده تربیت میکرد برای دربار، یعنی بچه هایی که اونجا فارغ التحصیل میشدن توی مهمونی های کاخ نیاورا میرقصیدن، شبا تو مهمونی های شاه، و ما یه گروه بودیم که اعتراض داشتیم به این قضیه که چرا مثلا رقصا باید تو دربار اجرا بشه، چرا برها داستانای جوانی و چرا معلم های ما باید خارجی باشن، چرا رقصای فولکلور ایران ما باید از یه انگلیسی یاد بگیریم، که البته اعتراض درستی هم بود. اونتها خب شاید 2 ماه سر کلاسای رقص نمیرفتیم، حتی امتحان نرفتیم بدیم مثلا، و اعتراض داشتیم که شاید ما نخواهیم بریم تو دربار برقصیم. به هر حال من وقتی که درسم تموم شد از ایران رفتم بیرون و وقتی که برگشتم اواسط سال بود و خیلی خوشحال بودم از اینکه اولین دوره‌ای بود که اجازه داده بودن این فارغ التحصیلای این مدرسه الزاما نباید همه برن توی گروهی که برای تالار دکی می‌رقصیدن، میتونم معلم بشم. اون موقع سیاسی نبودم چون اصولا خیلی از سیاست سرم نمیشد، سازمان ها رو نمیشناختم، ولی انقلابی بودم، یعنی تغییر میخواستم شدیدن و به هر حال اون جو و جوانی و اینا هم به هر حال هیجانش هم برام جالب بود، شاید نمیدونم، ولی به هر حال اون چیزی که من فکر میکردم با اون چیزی که داشت اتفاق میافتاد در واقع تفاوتش مثل زمین تا آسمون بود. دوروبری ها به من میگفتن که آخه تو دیگه چی میگی، مثلا تو که حتی یه دفعه یکی از بزرگترهای خانواده که به هر تجربه داشتن میگفت بابا تو که رقاصی، آخه آخوند رقاص، تو فکر نمی کنی اینا میان اول تو رو میگیرن میکشن. و من فکر میکردم که اینا حتما فکر میکنم اینا شاهی، من فکر میکردم که خب این رقصای به این زیبایی مثلا اینا برای چی باید فقط تو دربار و یا تالار رودکی برای یه ده خواست مثلا اجرا بشه، بذار انقلاب کنیم این رقصا رو میبریم توی میدون ها، اونی تو میدون آزادی میرقصیم. یه اشکال این بود که من فکر میکنم اکثر مردم ایران یعنی اکثر کسایی که انقلاب کردن مثلا اصلا رو میشناختن و من که اصلا، یعنی چون من توی خانواده مذهبی نبودم، هیچ شناختی نداشتم، اصلا نمیدونستم، و از طرف دیگه اون کسایی هم که به هر حال مذهبیونی هم که قرار بود که انقلاب بعدن وارث انقلاب بشن، اونا هم دروغ میگفتن به مردم، یعنی رسما دروغ میگفتن، چیزایی که میگفتن، اطلاعی هایی که میومد، شبنامه هایی که میومد دست به دست میشد، حتی نوار صدای خود خمینی که بنده با گوشای خودم شنیدم، مثلا ازش توی پاریس که بود سوال میکردن راجع به حجاب، جوابایی که میداد کاملا با اون چیزی که بعدن اتفاق افتاد کاملا مخالف بود، یعنی یه چیز دیگه گفتن، کار دیگه کردن. و من به شخصه
اصلا شناختی از مذهب نداشتم، اصلا تجربه نداشتم، با آدم های مذهبی زندگی نکرده بودم، نمیدونستم که یعنی چی یه حکومت. و در واقع من حتی تا آخرین روزی هم که روزای انقلابم هرگز فکر نمی کردم که قرار جمهوری اسلامی بشه، هرگز، چون قرار نبود، یعنی از نظر من قرار نبود بشه، ولی چطوری شد نمیدونم. یعنی من هرگز به یاد ندارم که چه خودم چه دوروبریای من رفته باشیم مثلا چه میدونم بگیم که ما حکومت اسلامی میخوایم. به چی میخواستیم؟ ما خواستیم تو میدون آزادی برخصیم. قشنگ یادمه حتی روزی که خمینی اومده بود رفته بودیم استقبال، من یادمه که کفش پاشن بلند اینجوری پوشیده بودم، یه کت پوسته اینجوری پوشیده بودم، خیلی شیک. یعنی حتی اون موقع من فکر نمی کردم، یعنی حتی به خواب نمی دیدم که یه روزی بشه مثلا در ظرف چند ماه اتفاقاتی که بعدن افتاد. اصلا یعنی نمیدونم، یا من به هر حال خیلی پرت بودم یا اینکه همه چی همه پرت بودن، ولی حتی تصور نمیتونستم بکنم که مثلا چند ماه دیگه قراره همه چادر سرشون بکنم، روسری ما به زور باید سرمون. نه اگر اینجور باشه یه دزن نیتوش بیا برمی کردم از دین همم میرم بیرون. وقتی که به هر حال انقلاب اتفاق افتاد یه مدتی مدارس و اینا تعطیل شده بود دیگه، اولین روزی که مدارس باز شد ما رفتیم، من یادمه که توی حیات مدرسه همه جمع شده بودن، بچه‌ها دیگه میخوندن، آواز میخوندن، بازم هنوز هیچ خبری از این چیزی که الان ما میبینیم، آواز میخوندن، شادی میکردن. و توی اون مدرسه من معلم رقص بودم، خانم سیما بینا معلم آواز بود. فکر میکنم اولین نفری که اخراج کردن من بودم، دومی سیما بینا. شاید بگم چقدر طول کشید که به من حکم اخراج دادن، یعنی دو هفته شاید از این ماجرا نگذشت. دلیل اخراج چی بود؟ حکم اخراج؟ دلیل اخراج من نوشته بود که توی حکم اخراجم نوشته بود که کمی فساد نبود، ولی یه چیز فساد که دخترها رو من فاسد کردم. مثلا یه وقت هست که یه چیزی رو حتی میگیرن، ولی یه وقت هست که یه چیزی رو به تو میگن تو اصلا غلط کردی که اینو داشتی، میدونی این کاری که تو اصلا حق تو نبوده، اصلا این کاری که تو میکردی اشتباه بوده، میدونی. و آنچنان جبه اون موقع طوری بود که تو خودت هم به شک میفتی که نکنه اینا راست میگن، نکنه واقعا اشتباه تو اشتباه میکردی، نکنه اون کار بد بوده، ولی با تمام وجود دوستش داشتی، هر چی فکر میکنی، یعنی اصلا قاطی میکنی دیگه، به هم میریزه همه منطقت. که این یعنی من یه روز توی یکی از همین راهروهای آموزش پرورش میرفتم و میومدم و مدام مثل بچه نق میزدم که من شغلم میخوام، برای چی، من چه کار بدی کردم به من بگی. من صدا کردم تو اتاق و این آدم کرواتی بود، یعنی اون موقع کروات میزد و من مطمئنم این آدم اصلا مذهبی نبود. به من گفتش که برای چی هی هر روز میای اینجا میری؟ و من گفتم که خب برای اینکه من
زحمت کشیدم برای کاری که کردم، میخوام کارم رو بکنم و هیچ چیز بدی در این نمیبینم. گفتش که ببین دخترم، به تو میگم بی خودی هی نیا اینجا، برو، اوضاع از این خرابتر خواهد شد و جونتو بردارو در رو، دیگه اینجا پیدا نشه. و عصبانی شدم که برای چی؟ مگه من چه کاری کردم؟ گفت دختر جان، در به اعتقاد اینا، اینا یعنی خودش رو قاطی نمیدون، رقص زنای ایستاده است. در واقع این کلمه‌ای که این به من گفت، مثل این که تازه من دوزاریم افتاد که منظور چیه. یعنی واقعا به من گفت یعنی برو به کارت، ول کن دیگه. یعنی حرف آخر رو در واقع به من زد. کم از اونجایی که مخالفت ها شروع شد، در واقع رقص یهو، یعنی یهو میده اه یارو که به عمرش نرقصید، یهو پا میشه آقای پیر مرد تو مهمونی مثلا. این شد اصلا یه سمبول مبارزه، یه سمبول اعتراض. به مرور شد به وسیله مثلا هویت ملی مثلا اینا، کم کم دوباره برگشت. ولی خب هرگز منتها مسئله که هستش اینه که حتی اگر 1,000,000 آدم هم هر شب تو خونش برقصه، چی میدونم تمام اون 70,000,000 آدم هم هر شب تو خونشون برقصن، اون جای اینه که رقص به عنوان هنر آکادمیک الان وجود نداره. این جای اونو نمیگه، اون نیست. یک چیزی که خیلی مهمه به هر حال، چون توی جمهوری اسلامی مسئله حجاب و پوشش زن و این که زن فیزیکی باید حذف باشه، خب رقص همش کار فیزیکیه، یعنی یه چیزیه که مثلا امکان نداره این دوتا. مثلا بعضی بگم خانم خبر نداری الان تو ایران کارایی میکنن، بیا ببین. و من خب عقلم به من میگه امکان نداره همچی چیزی. جامعه ای که فیلم، یه فیلمی که میخواد راجع به یه خونه رو نشون بده، زنی بعد از شوهرش رو بگیره حجاب بکنه، چطور توی همچی جامعه امکان داره که یه رقص بره روی صحنه و اون رقصنده بتونه آزادانه مثلا یه رقصنده زن حرکات بدنش رو حرکت بده و بدنش رو در رو به نمایش بذاره؟ امکان ندارم چه چیزی. تا وقتی که جمهوری اسلامی، یعنی این رژیم با این قوانینی که داره هست، امکان نداره که هنر رقص ما داشته باشیم تو ایران. کلن هنر یعنی خلاقیت، یعنی از چارچوب بیرون اومده. یعنی هر کسی که میگه من خلاقیت میکنم، یعنی چارچوب قبلی رو میشکنه، یه چیز جدید راه میده. یه کشوری که تمامش چارچوبه، برای همه چیز چارچوب تعیین شده، چطوری ممکن اصلا هنر، یعنی هر هنری ادعاش یه خورده، چون نمیدونم چجوری آدم میتونه تو چارچوب آفرینش بکنه. به هر حال رقص یه چیزی که از چیزهایی که نمیتونن از آدم بگیرنش. به هر حال یه بچه یه که تازه نشسته، حتی نمیتونه وایسته، وقتی آهنگ میزنه اینجوری میگه سرسری سرسری، بچه ها میکنن میگه تو ذات آدمه، مگه میتونن اینو بگیرن از کسی؟ مگه اون بچه بهش گفتن رقص ممنوعه یا آزاده که اون کارو میکنه؟ یه در واقع چی میگم، بیان احساس به جایی که با زبان با بدن، که به نظر من خیلی طبیعی تره، چون زبانو خیلی بعدها بشر کشف میکنه، ولی بدنشو از روزی که بشر به وجود اومده بدنشو کشف کرده، حرکتو شناخته.
میگن بلا مانع ترین هنر با انسانه، نزدیک ترین هنر، صمیمی ترین هنر با انسان، برای اینکه وجود خود منه، هیچ چیزی جز من نیست رقص. و بشر اولی فقط خودشو داشته. چی داشته؟ اگر تعریف رقص اینه که ابراز یه احساسی با ریتم، بشر میرقصه از اولی که هنوز حرف نمیزد، از اولی که هنوز هیچ کاری نمیکرد، احساسشو با یه حرکت منظم انجام میده. مثلا رعد و برق میشده میترسیده، دور خودش میچرخید در واقع. و اینا کم 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 رقصهای مذهبی و آیینی رو به وجود میاره که بعدها وقتی که بشر اجتماعی میشه و مثلا قبیله میشه و اینا، که رقصهای آیینی که برای باران، برای رعد و برق، هنوز بشر حرف نمیزنه ولی میرقصه و رقص منظم دیگه میکرده ولی هنوز حرف نمیزده. بعدها اون کسایی که بهتر میرقصیدن، در واقع میتونستن بیشتر آدم ها رو جلب بکنن، اینا جادوگرای قبیله میشن، یعنی در واقع رهبرای مذهبی میشن، بهترین رقصنده ها رهبرای مذهبی میشدن. مذهبایی که هرچی قدیمی تره به رقص نزدیک تره، یعنی در واقع مذهب و آیین ها قدرتشون از رقص گرفتن و رقص همینطور قدرتش رو از آیین ها گرفته، یعنی خیلی به همین ها نزدیکه. تمام مراسم مذهبی و آیینی، تمام رقص شما اسمش رو هرچی میخوای بذاری، سینه زنی رقص، غم زنی رقص، یه حرکت ریتمیک جمعیه که اون احساسی که احساس حالا غمشونه، عزاشونه، هر چیه با اون حرکت نشون. چطوری رقص طراحی میکنی؟ تو حرکت میبینم و به هر حال میدونید، یعنی چند تا کلیک میخواد که یهو با هم یعنی جور میشه. هر چیزی که مربوط به زندگی مردم روستایی، مردم ساده روستاهاست، خیلی منو جذب میکنه. یعنی زندگی های خیلی ساده، عشق های خیلی ساده. به نظر من هر مردمی رو میخواید بشناسی رقصاشونه، چون رقص های فولکلوریک در واقع گویای زندگی یه مرد. خاکستر و حسرت که موضوعش خشونت روی بدن زنه، قسمت اولش سنگ راجب سنگسار زنانه، قسمت دوم راجب ساتیه که در هند قانونن ممنوعه الان ولی همچنان انجام میشه، و قسمت سوم
حسرت که راجبه ختنه زنانه و کلن موضوع اصلی این رقص خشونت روی بدن زن هست. برنامه سنگسار رو رقصیدیم، از تو تماشاچی های خانم عربی اومده بود، گفت یه کاری برای زنایی که اسید روشون میپاشن، یه کاری برای زنایی که اسید میپاشن بکن. و بعد همونجا بهش گفتم فکر میکنی من کیم؟ یعنی احساس کردم چه مسئولیت بزرگی این داره به گردن من، یعنی فکر میکنه من چی کار مگه من میتونم بکنم. انگیزه اصلی مسئله انسانه، یعنی ارزش انسان و جایی که به انسان بوده انسان توهین میشه. میدونی یعنی فرق نمی کنه این انسان چه شکلیه، چه رنگیه، کجای دنیاست. یه موقع تو جبهه من، یه موقع اصلا تو جبهه من نیست، ولی اون موقعی که یعنی به نظر من مثل که وقتی که یه آدمو میارن تو میدون شهر شلاق میزنن، اون آدم نیست که شلاق میخوره، انسانیتی که داره شلاق میخوره. به همه توهین به انسانیت. هر جایی که احساس کردم که به هر حال مسئله انسان مطرحه، مسئله زن مطرحه، مسئله به هر حال ظلمی مطرحه بودم. موقعیتی که داره رقص ایرونی در واقع مثل خورشیدی که پشت ابره، و حتی وقتی که پشت ابره گرماش هست، نورش هست، و ما خورشیدیم که از پشت ابر در اومدیم اونجا توی مونتریال که پر از ابره، به خصوص توی مونتریال خیلی سخته برای همین ما انقدر